و حالا با همکارم آقای امید گیفتاش همراه هستیم تا ببینیم که همین تظاهرات که فکر کنم نزدیک به یک ساعت، یک ساعت و نیم پیش هست که تمام شده، چه باستاب ها و انعکاساتی داشته. بله، سلام میکنم به شما فرزان و سلام و درود به هموطنان عزیزمون، به خصوص شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ امروز پاریس. همونطور که گفتی، در واقع باید بگیم که تا اونجا که فرصت برنامه اجازه میده، ما اشاره باید بکنیم به دو تا انعکاس اصلی که دو خبرگزاری اصلی اروپا داشتن، یعنی رویترز و خود خبرگزاری فرانسه، که رویترز که بلافاصله برای AFP، خبرگزاری فرانسه AFP، که بلافاصله بعد از شروع در واقع تظاهرات، خبرگزاری رویترز پشت سر هم شروع کرد به دادن خبرهای کوتاه، قطعات کوتاه از سخنرانان، عکس‌ها و همینطور فیلم، یک فیلم خبری تهیه کرد که انشالله خواهیم دید. و خبرگزاری فرانسه هم که خوب گزارش داد، تیتری زد، نوشت فرانسه تظاهرات حمایت از مردم ایران در پاریس در محل دنفر روش رو توسط شورای ملی مقاومت ایران. تظاهرات توسط شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد که خواستار لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا شد. و بعد هم به تناوب عکس‌های مختلفی از این تظاهرات به اصطلاح منعکس کرد که خوبه اینجا سرجم بخشی از اون عکس‌ها رو با هم ببینیم. بله، این عکسایی بود که خبرگزاری فرانسه در واقع منعکس کرد. خبرگزاری رویترز هم عکسای زیادی منتشر کرد، خبرهای کوتاه زیادی داد، قطعاتی از صحبت‌های سخنرانان رو در واقع منعکس کرد و یک در واقع دو تا فیلم خبری هم خودش گزارش خبری تهیه کرد که اگر اجازه بدی اول سرجم این دو فیلم رو با هم دیگه ببینیم، اگه نقاطی هم نیاز به توضیح بود میگیم. نه عقیده و مذهب، نه مسلمان و غیر مسلمان، نه شیعه و سنی. J'habite à Bruxelles, je suis venu aujourd'hui ici spécialement pour être solidaire avec la révolution des Iraniens contre la dictature en Iran. بله، این هموطنمون توضیح میدن که 30,000 نفر در تظاهرات اخیر دستگیر شدن در تهران، 10,000 تا فقط در تهران. Although they are brutally killing people, torturing them, but the youth, they know there is no. میگن که علیرغم اینکه مردم به صورت وحشیانه توسط رژیم شکنجه و سرکوب میشن، ولی به اصطلاح شعله قیام خاموش نمیشه، بلکه بیشتر و گسترده‌تر هم میشه. از روز اول
به کرسی نشستن ارتجاع در ماهای اخیر و خونهایی که همچنان که میراث جنایت و کشتارش را و پدرش رو جهش داد. The resistance, the Iranian resistance, the NCRI, it has a very well plan, 10 points plan, which guarantees شورای ملی مقاومت ایران طرح 10 ماده‌ای رو داره، طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رو. Equality for all Iranians, never, I mean, regardless of their gender, their beliefs, این طرح به همه مردم ایران تعلق داره، صرف نظر از جنسیتشون یا قومیتشون. Rights and opportunities that the other part of the, I mean, population have. So for me and for many others inside and outside country, they believe that this. میگه برای من و بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج کشور برنامه های این جنبش برای در ایران میشه. گزارش رویترز بیشتر از وقتی که ما الان در برنامه متاسفانه داریم تا بله. پایان وقتی که برامون مونده تا اخبار شامگاهی، که خب اخبار شامگاهی هم فکر کنم خودش گویا باشه که بسیار مفصل هستش، به همه موضوعات خواهد پرداخت. بفرمایید اگه باز هم چیز دیگری هست، خبر مهم دیگری هست، به اونها هم بهش اشاره کنیم توی وقتی که باقی مونده. فکر کنم کمتر از 2 دقیقه هستش. بله، فقط من می‌خواستم اشاره کوچیکی بکنم به تصویری که همین خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی به اصطلاح منتشر کرد. در بین عکس‌ها الان داریم می‌بینیم و زیرش نوشت که مریم رجوی در حالی که اعضای جامعه ایرانی و حامیان شورای ملی مقاومت ایران در تظاهراتی در پاریس در همبستگی با مردم ایران شرکت کردند، در حال سخنرانی روی صفحه نمایش دیده می شود. اینها در واقع همونطور که خودت هم به وقت اشاره کردی اصلی ترین موضوعاتی بود که دو خبرگزاری اصلی در واقع در خود فرانسه و رویترز خبرگزاری و سایت‌های خبری دیگه زیاد بودن که بهش اشاره کردن، درسته؟ به بله. این تظاهرات اشاره کردن. یا آماری داریم از میزان؟ من در واقع تا اونجا که میمدم اسامی اونهایی که داشتیم رو بخوام بهش اشاره بکنم، نشنال پست کانادا بود که منعکس کرده بود، عرب نیوز انگلیسی این انعکاسات رو مثلا نشون داد، فرانس 24 و یوتیوب فرانس 24 بخشی از اون رو به اصطلاح پوشش دادن و برخی دیگه از سایت ها و رسانه دیگه هم بودن که به اصطلاح به این تظاهرات انعکاس دادن. درسته، من هشدار زیادی میگم در رابطه با اینکه وقت تموم هستش، این از اون برنامه هایی است که آدم دوست داشت فرصت بیشتر می بود در رابطه با اون صحبت کنه، چون روز بسیار مهمی بود و فریادهای بسیار مهمی سر داده شد از طرف مردم ایران. امید عزیز تشکر می‌کنم برای فرصت کوتاهی که ما بودیم. می‌دونم صحبت‌های بیشتری بود.